سلام، در ادامه ویدیوهایی که من برای شما در واقع تهیه می کردم به صورت دیالوگ های ساده به زبان فرانسه که با در واقع اساتید نیتیو فرانسوی زبان بود، باز من یک ویدیو براتون تهیه کردم به همراه دوست خوبم ملانی که خیلی می شناسیدش، پیجش رو دنبال می کنید، از اساتید خوب فرانسوی زبان فرانسه که البته توی کشور آرژانتین زبان فرانسه را تدریس میکنه. این ویدیو رو براتون تهیه کردم و در واقع دو تا دیالوگ هست. من سعی کردم از دو تا دیالوگ استفاده بکنم که جملات بیشتری رو در واقع پوشش بده. این دو تا دیالوگ رو با زیرنویس فرانسه براتون آماده کردم. بعد از ویدیوها در پایان ویدیوها من براتون در واقع جملات رو، ترجمه جملات رو و تحلیل یک سری از اصطلاحات و جملات مهم رو میارم براتون و یه سری توضیحات رو در مورد دیالوگ ها و نکات مهمش بهتون ارائه میدم. حتما این دیالوگ ها رو و این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. Bonjour madame. Je voudrais quelque chose pour le rhume, s'il vous plaît. Ah oui, vous êtes enrhumé. Oui, j'ai le nez qui coule et je tousse beaucoup, surtout la nuit. Alors pour le rhume, prenez ce médicament homéopathique, il est très efficace. Je prends combien de comprimés? Alors c'est un comprimé toutes les 2 heures pendant 3 jours. Et pour la toux, voici ce sirop qui est très bien. Donnez-moi aussi de l'aspirine, s'il vous plaît. J'ai un peu de fièvre. Voilà, monsieur. Merci. Monsieur, monsieur, c'est à vous? Ah oui, c'est à moi. Merci. Bonjour, monsieur, je peux vous aider? Bonjour, madame. Je viens chercher cette prescription. Très bien. Alors, vous avez besoin de cachets, de pilules, du sirop pour la toux aussi, c'est ça? Exactement, c'est bien ça. Ok. Alors, vous allez prendre un cachet chaque matin, une pilule 3 fois par jour et le sirop au besoin. Très bien. En mangeant? Oui, à l'heure des repas. Avec de l'eau, sinon ça peut vous donner des étourdissements. Merci madame. C'est renouvelable? Oui, une fois. Téléphonez-moi si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Très bien. Merci. خب، حالا بریم و در واقع نگاهی بندازیم به خود متن و ترجمه‌شو من براتون بگم و یه سری توضیحات در مورد دیالوگ. دیالوگ اول. Bonjour madame, je voudrais quelque chose pour le rhume, s'il vous plaît. سلام خانم، من یه چیزی واسه rhume. Rhume یعنی سرماخوردگی. کلمه rhume به معنای سرماخوردگی هست. Le rhume. که سوال میکنه Ah oui, vous êtes enrhumé. میگه بله، شما سرماخورده اید. اینجا vous êtes enrhumé یعنی شما سرماخوردید. سرماخورده هستید. که در واقع من جواب دادم Oui, j'ai le nez qui coule. Et en plus, je tousse beaucoup. Surtout la nuit. میگه بله، آبریزش بینی دارم. وقتی میگه ژلونکی کول یعنی آبریزش بینی دارم. فعل کوله. کوله در واقع به معنای جریان داشتن، جاری بودنه. مثلا برای شیری که آب ازش میره نشتی دارم از فعل کوله استفاده میشه. برای بینی هم همینطور. ژلونکی کول یعنی من آبریزش بینی دارم. اون پلوس به علاوه جو توس بوکو، فعل توس یعنی سرفه کردم. خیلی سرفه میکنم به خصوص شب ها. ملانی جواب داد که پور لو روم خونه سو مدیکامان هومیوپاتیک ایل ترز افیکاس. میگه برای سرماخوردگی این داروی هومیوپاتیک یا هومیوپاتیک هم توی فارسی میگیم دیگه. داروهای هومیوپاتیک داروی غیر شیمیایی هستن دیگه که الان توی خیلی از داروخانه ها وجود داره. تو اروپا که در واقع تمام داروخانه ها داروهای هومیوپاتیک غیر شیمیایی موجود هست. میگه خیلی افیکاس هست. افیکاس یعنی موثر. خیلی جواب میده. داروی موثری. Je prends combien de comprimés؟ یعنی من چند تا بخورم؟ Combien de comprimés؟ comprimés به معنی در واقع قرص هست که در واقع در زبان فرانسه ما میتونیم ازش استفاده بکنیم.
ان کمپریمه جواب میده که ان کمپریمه توت ل دو زور، یعنی یه دونه هر دو ساعت، پاندان تخوا جور، یعنی در طول در واقع سه روز، یه دونه هر دو ساعت، سه روز باید ادامه پیدا بکنه، سه روز باید خورده بشه. پور لا تو و برای سرفه، واسی سوسیرو که تری بیان، لاتو به معنی سرفه که فعلش رو دیدیم توسه بود، لاتو یعنی سرفه، میگه برای سرفه این شربت، سیرو یعنی شربت که خیلی در واقع مؤثر هم هست، یعنی شما میتونید از این استفاده بکنید، خیلی خوب هست. دونه موا اوسی دو لاسپرین سیل وو پلی، ژه ام پو دو فیور، یعنی یه مقداری هم بهم آسپرین بدید، من یه کم تب دارم. ژه ام پو دو فیور، فیور به معنی تب، یعنی من تب دارم. والا موسیو بفرمایید آقا، که بعد مثلا من نسخم رو جا گذاشتم و صدام میکنه و میگه ستاوو این مال شماست، که من جواب میدم وی ستاوو مرسی، بله مال من، متشکرم. در مورد دیالوگ دوم، بونجور موسیو ژو پو وو ایده، سلام آقا میتونم به شما کمک کنم؟ بونجور مادام وی ژو ویان شرشه ست پرسکریپسیون، بله من اومدم دنبال این نسخه. پرسکریپسیون به معنای نسخه، دستور پزشک رو میگم پرسکریپسیون. Très bien, alors vous avez besoin de cachets, de pilules, du sirop pour la toux aussi, c'est ça? Dans ce cas, on a dit que vous avez besoin d'eau, yani be chizi niyaz dashtan. Mige shoma niyaz darid be cachet, cachet yani qors, pilul ham yani qors, ba ham ye kam farq daran. Farqashun barmigarde be shekl zahir va sayzeshun. Va salam. Cachet bozogtare. پیلول این قرصای ریز کوچولو رو میگن، قرصای گرد کوچیک رو میگن پیلول، کوچیک‌تره. پس هر دو معنی قرص میده، ولی کشه بزرگتره، پیلول کوچیک‌تره. میگه شما کشه و پیلول میخواید و شربت برای سرفه، درسته؟ که جواب دادم اگزکتومون سه بیانسا، دقیقاً همینه، سه بیانسا. حالا دستورش رو میده، میگه ووزل پراندر ان کشه شاک ماتان اون پیلول 3 فوا پار جور و سیرو او بوزوان، میگه شما کشه رو یه دونه در واقع قرص میخورید هر روز صبح، شکمتا یه دونه قرص، یه دونه پیلول 3 فوا پار جور، سه بار در روز، سه نوبت، سه وعده در روز، و شربت هم اوبوزوان، یعنی وقتی که نیاز شد، چون برای سرفه است میگه اوبوزوان، یعنی وقتی نیاز شد، یعنی وقتی سرفه کرد. سوال میکنم تخیل بیان آن مانجان، آن مانجان یعنی در حال خوردن، معنی ظاهریش همینه دیگه، یعنی آن مانجان در حال خوردن، منظور اینه که با غذا، یعنی وقتی من غذا میخورم همراه با غذا باید خورده بشه، که جواب میده وی الور د روپا اوک دولو، میگه بله در ساعت غذا، یعنی ساعتی که شما تایمی که میخواهید روپا غذا بخورید، اوک دولو با یه مقداری آب، سینو سپو وو دونه دز اتوردیسمان، وگرنه این میتونه در واقع منجر بشه به اتوردیسمان، اتوردیسمان یعنی سرگیجه، وگرنه سینون، وگرنه، وگرنه میتونه به شما بده اتوردیسمان، به این شکل جمله رو میسازیم، یعنی وگرنه میتونه سرگیجه به شما بده، باعث سرگیجتون بشه. مرسی مدام سه رنوولابل، رنوولابل یعنی تجدید پذیر، تکرار شدنی، منظورنه که این نسخه وقتی که من تمام کردم داروها رو مجدد باید تجدیدش کنم، رنوولابل. میگه وی اون فوا، بله یک بار. بعد میگه تلفن موا سی وزوه بزوان دفارمسیون سپلمانتر، میگه اگه شما به اطلاعات سوپلمانتر یعنی تکمیلی، اطلاعات بیشتری اگر نیاز داشتید به من تلفن کنید. مرسی ازتون، تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.